آسوشیتد پرس. 42 ناراضی ایرانی به درخواست خانم رجبی از اشرف به لیبرتی رفتند. محمد محدثین نماینده ساکنان در خارج از عراق گفت تلاش ها برای پس گرفتن اموال مجاهدین در اشرف بی وقفه ادامه می‌یابد. تا کنون مجموعاً 198 نفر از اشرف و لیبرتی با تلاش وکلا و هزینه سازمان مجاهدین خلق ایران به کشورهای دیگر رفتند. آسوشیتد پرس، بغداد، صبح پنج شنبه 21 شهریور. مقامات عراقی و نمایندگان تبعیدیان ایرانی گفتند که 42 نفر باقی مانده از ساکنان کمپ ناراضیان ایرانی که هفته گذشته در صحنه بروز قتل و خشونت بودند به همرزمان خود در کمپ لیبرتی ملحق شدند. مجاهدین خلق قویاً مخالف رژیم آخوندی ایران است و حکومت عراق به همین خاطر نمی‌خواهد آنها در این کشور بمانند. حکومت عراق روابط محکمی با رژیم ایران دارد و حضور این گروه برای آن غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. یک سال بود که 100 نفر از اعضای مجاهدین به نگاهبانی از قرارگاه بزرگ اشرف مشغول بودند، اما 52 تن از آنها در اول سپتامبر در یک تهاجم بی سابقه جان باختند و برخی دیگر مجروح شدند. این گروه نیروهای امنیتی نوری مالکی را به خاطر این کشتار مسئول می شناسد، اما مقامات عراقی هر گونه دست داشتن در آن را انکار کرده و می گویند که مسبب مرگ‌های مشکوک یک درگیری داخلی بوده است. به فاصله کوتاهی بعد از تهاجم مقامات ملل متحد از کمپ دیدار کرده و اجساد 52 تن را مشاهده کردند. سرلشکر جمیل اشمری رئیس پلیس استان دیالی و عدی خدران فرماندار خالص که مجاهدین او را مزدور رژیم ایران می دانند گفتند که در پروسه تعامل با مجاهدین شکیبایی بسیار زیادی از خود نشان دادند و با آنها طبق قانون برخورد شده است. به گفته شمری و خدران مجاهدین ابتدا حاضر به ترک اشرف نبودند، اما نهایتاً بعد از مداخله خانم رجبی و سازمان ملل پذیرفتند که به لیبرتی برود. علی‌رغم دعاوی دولت عراق به هیچ رسانه و خبرنگار مستقلی اجازه بازدید از اشرف را نمی دهند. مقامات عراقی از هر گونه توضیحات بیشتر در این باره ممنوع شدند. محمد محدثین رئیس کمیته خارجی شورای ملی مقاومت ایران طی مصاحبه‌ای در پاریس گفت خانم مریم رجبی رئیس جمهور منتخب شورا در 6 روز گذشته در ارتباط با ساکنان اشرف و در مذاکرات فشرده با طرفهای گوناگون در ژنو و نیویورک و واشنگتن و پارلمان اروپا مشغول متقاعد کردن این 42 نفر برای ملحق شدن به همرزمانشان در لیبرتی بوده است. محدثین در گفتگو با آسوشیتد پرس ماجرای بمب‌گذاری و انفجار در برابر اتوبوس‌های حامل مجاهدین را توضیح داد. او تأکید کرد که اموال و ساختمان‌ها و خودروهای ما از 1986 در اشرف است و هرگز از آن دست بر نخواهیم داشت. ما دزدی‌ها را افشا می‌کنیم و موضوع را به محاکم بین‌المللی می‌بریم. تلاش بی‌وقفه در جنگ اموال که در واقع مقابل جویی با رژیم حاکم بر ایران و طرح‌های آن برای صدور تروریسم و ارتجاع است ادامه می‌یابد. قرار بود که لیبرتی یک مکان موقت عبور باشد، اما سازمان ملل پیشرفت چندانی در بازسکان این تبعیدیان نداشته است. علاوه بر این برخی از مجاهدین نمی‌پذیرند که از همرزمان خود در لیبرتی و اشرف جدا شوند. تا کنون ضمن 3 سال در مجموع 198 نفر از ساکنان اشرف و لیبرتی با تلاش‌های وکلا به کشورهای دیگر رفتند. هر یک از این پرونده‌ها با توجه به مشکلات قانونی و اجرایی و لوجستیکی و اداری پیچ و خم‌های به خصوص خود را داشته است. تمامی هزینه‌ها را سازمان مجاهدین خلق ایران طبق اسناد مکتوب در کمیساریا و سفارت آمریکا عهده‌دار بوده است. چرخ‌ها پس از این به راه افتاد که ارگان‌های بین‌المللی
از سازمان مجاهدین خلق ایران تضمین گرفتند که همه هزینه ها را پرداخت می کند.